آخرین صدر اعظم دهه دموکراسی در افغانستان، شهید محمد موسی شفیق، عالم اندیشمند، سیاستمدار با مرام و دولت مرد دگراندیش بود که کارنامه های ارزشمند وی ماندگار بوده و بی تردید او یکی از فرزندان دلسوز این سرزمین و خدمتگزاران راستین مردم این مرزبوم به شمار می آید. این شاعر روشندل و نویسنده ژرف نگر در پنجم جوزای 1308 خورشیدی در خانواده با پیشینه دیرینه تبهار در علوم دینی زاده شد و با فراگیری علوم دینی در مدارس ابتدایی و دارالعلوم عالی عربی کابل، چنانچه خودش نیز گفته است، از آن دارالعلوم مولوی بدر آمد. شفیق که تشنه فراگیری دانش عصری نیز بود، تحصیلات عالیش را در پوهنتون الازهر مصر ادامه داده و مدرک لسانسش را در رشته حقوق اسلامی و ماستریش را در رشته علوم قضایی از آن پوهنتون به دست آورد. او با شور و شوق فراوانی که نسبت به کسب علم داشت، مدرک ماستری دومش را در رشته حقوق بین الملل از پوهنتون کلمبیای شهر نیویورک و گواهی نامه ای را در روابط بین الملل از پوهنتون هاروارد ایالات متحده دریافت نمود. زمانی که شهید محمد موسی شفیق با این دست آوردهای علمی به وطن برگشت، برای اینکه اندیشه‌های علمیش را به جوانان جامعه اش انتقال دهد، در پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به تدریس حقوق بین الملل خصوصی پرداخت. روح بلند پرواز شفیق نگذاشت که او کارهای علمیش را به تدریس خلاصه کند. از این رو وی با نگارش مقالات علمی و تحقیقی با روزنامه ها و جراید همکار شد و با فراستی که در نویسندگی داشت، عضو هیئت رئیسه شماری از جراید و برای مدت مدیر مسئول نشریه حی للفلاح وزارت عدلیه بود. شفیق به زبانهای پشتو، دری، عربی، انگلیسی، فرانسوی و اردو مسلط بود و به پشتو و دری شعر می سرود. از او دیوان شعری به نام پیغام و تذکره شعرای ننگرهار و مجموعه و داستان هم به نام عبقریان به چاپ رسیده است. افزون بر این همه مصروفیت ها، شفیق به حیث یک حقوقدان در سال 1340 یک مؤسسه شخصی حقوقی را نیز در کابل تأسیس کرد. شهید محمد موسی شفیق یکی از چهره های ماندگار و شخصیت های پیشتاز دهه دموکراسی بود. باورمندی او به دموکراسی و تلاش وی برای قانونگرایی سبب گردید که در تدوین قانون اساسی سال 1343 عضویت و سمت منشی کمیته مطالعه و کمیسیون مشورتی قانون اساسی را کسب کند و ضمن این که یکی از اعضای لوی جرگه قانون اساسی بود، با عنوان منشی عمومی این لوی جرگه نیز انتخاب شد. شفیق اولین مأموریت رسمیش را در دارالتحریر شاهی تجربه نمود. او با پشتکار و شایستگی خیش مدارج پیشرفت و موفقیت را یکی پی دیگری تعیین نموده، مدت به حیث مدیر عمومی قوانین، سپس به حیث رئیس تقنین وزارت عدلیه و از سال 1342 تا 1344 به حیث معین وزارت عدلیه به وطن خدمت نمود. فهم و درک بلند شفیق در عرصه حقوق بین الملل و مسائل مهم جهانی وی را در جایگاه در خور توجه دستگاه دیپلماسی کشور قرار داد و بین سالهای 1344 تا 1346 به حیث مشاور وزارت امور خارجه شایستگی او بیشتر مجال تبارز یافت و به این ترتیب در سال 1346 به حیث سفیر دولت شاهی به قاهره اعزام گردید. درایت عالی او در دیپلماسی باعث گردید که وی
با عنوان شایسته ترین گزینه در سال 1350 با عنوان وزیر امور خارجه کشور برگزیده شود. دستاوردهای ارزنده شهید محمد موسی شفیق با عنوان وزیر امور خارجه مورد توجه بیشتر اعلی حضرت محمد ظاهر شاه قرار گرفت که در نتیجه به تاریخ 16 قوس 1351 خورشیدی وی را به عنوان صدر اعظم کشور معرفی نمود. شاغل محمد موسی شفیق با اعضای حکومتشان روز 21 قوس بر تالار ولوفی‌گرگه تشریف برده خط مشی حکومتشان را در برابر وکلای ملت قرائت کردند. ستر جنرال خان محمد وزیر دفاع ملی، دکتر نعمت الله پژواک وزیر داخله، شاغل محمد خان جلالر وزیر مالیه، شاغل صباح الدین کشککی وزیر اطلاعات و کلتور، انجینیر نصرت الله ملکیار وزیر مخابرات، دیپلم انجینیر غلام دستگیر عزیزی وزیر معادن و صنایع، دکتر عبدالوکیل وزیر زراعت و آبیاری، دکتر عبدالواحد سرابی وزیر پلان. او با خوشنامی و محبوبیتی که از حسن سلوک در برابر نمایندگان مردم در شورای ملی نزد آنها کسب کرده بود، توانست که در مدت دو روز رأی اعتماد شورای ملی را از آن حکومت خیش سازد. شفیق جغرافیای محاط به خشکرا مانع رشد کشور می دانست، بنابراین سیاست بی‌طرفی را برای افغانستان مفید و کار آمد می خواند. این دیدگاه موجب تلاش های وی در راستای پذیرش بی‌طرفی کشور از سوی همسایگان و ایجاد فرصت‌های جدید برای افغانستان بود. او در روابط با همسایگان نیز سیاست تنش‌زدایی، حسن همجواری و عدم مداخله را دنبال می‌کرد و در راستای توازن در مناسبات افغانستان با کشورها تلاش می‌ورزید. شاغل محمد موسی شفیق صدر اعظم و وزیر امور خارجه قبل از ظهر روز 5 ثور 1352 شاغل کنت رش معاون و شاغل جوزف سیسکو معین وزارت خارجه آمریکا برای امور شرق میانه و جنوب آسیا را در قصر صدارت عظما پذیرفتند و با وی روی موضوعات مورد علاقه دو کشور، مسائل منطقه و مسائل بین المللی تبادل نظر فرمودند. خانم محمد موسی شفیق پر عربستان که در فلسطین فرموده که در عربستان در باچه علا حضرت ملک سعود سره در افغانستان و عربستان پا مربوط علای خوباند دوستان خبری وقتی پیکینگ روز هفته هوم اپلیل بیش از 3000 نفر اخاری پایتخت و میدان هوایی پایتخت جمع شدند تا با گرمی از محمد موسی شفیق وزیر امور خارجه افغانستان استقبال بنمایند. محمد موسی شفیق وزیر امور خارجه بنا به دعوت حکومت کشور ما برای انجام یک مسافرت دوستانه به کشور ما تشریف آورده است. شوروی اتحاد عالی شورا در رئیس هیئت به سبب پودگورنی او دیدون جملگور پویار به صدر اعظم او دی باندلی و چار و دی وزیر خاغی محمد موسی شفیق لخوا دی باندلی و چار و دی وزارت دی هرکلی و پتالار که یا میل مسیا شیوه چه پاگی که دی ولیسی جرگی رئیس بوخانوال داکتر محمد عمر وردک دی مشان دی جرگی رئیس سناتور عبدالحادی راوی دی حکومت غلو دسته محکمی قاضی او دی قضاییه قوی اداری لوی عامر داکتر ولی توقوفی دی کابل والی خاغل غلام علی رایم سرپاس خاروال خاغل دوست محمد فضل او پا کابل که دی کورت دیپلماتیک و مشان و برون کرده و یکی از دستاوردهای سودمند شفیق طرح، تدوین و عقد اولین سند حقوقی آب هیرمند با ایران بود که با امیر عباس هویدا صدر اعظم آن کشور به امضا رسید. شاغل محمد موسی شفیق صدر اعظم، شاغل امیر عباس هویدا صدر اعظم ایران، در حالی که هیئت‌های هر دو طرف حاضر بودند، ساعت 4:30 بعد از ظهر 21 اوت در وزارت امور خارجه با مذاکره پرداختند و آمادگی خود را برای امضا و انعقاد معاهده و دو پروتکل منظمه‌آن ابراز داشتند. قصر سو یکی از بناهای کهن و تاریخی کابل می باشد که در آن معاهده آب رود هلمند بین هیئت‌های افغانستان و ایران به امضا رسید. شاغل محمد موسی شفیق صدر اعظم افغانستان
و شاغل امیر عباس هویدا صدر اعظم ایران ساعت 12:30 روز سه‌شنبه 22 حوت 1351 متون معاهده آب رود هلمند و دو پروتکل منظمه آن را در قصر سور وزارت امور خارجه امضا نمودند. شهید محمد موسی شفیق به یک افغانستان پیشرفته و متعالی خودکفا و با ثبات می اندیشید. او به یک نظام مردم سالار و دولت پاسخگو باور داشت و در این راستا در مدت کوتاه صدارت خیش از هیچ اقدامی دریغ نورزید. شفیق نسبت به مطبوعات حسن نظر داشت و نقش رسانه ها را در آگاهی دهی به مردم مهم می‌خواند. د خاوند صدر اعظم لورنمای مطبوعاتی مرکه د جدي پتو رسمت خارجه وزارت د کنفرانسونو په تالار کې جوړ شوی و. خاوند صدر اعظم په دې مرکه کې وویل د افغانستان اساسي قانون د یوې سرخلاصې ټولنې د مساواتونو اټکل کړی دی او له دې کبله د دغه اصل سره سم خلق باید د هیواد له چارو سره خبرتیا ولري او موږ باید ټول شیان د اسانو له ډلې څخه ونه بولو. په حقیقت کې حکومت همدا اوس بخود دی چې د دولت د هغې برخې مسایلو چې د اسرارو په جملو کې دي او نورو مسایلو ترمنځ یو تعریف پیدا کړي. د حکومت او مطبوعاتو ترمنځ د مقاصدو د یو اندازه اختلاف وجود یو طبیعي کار دی خو دواړه باید د هیواد مصالح په نظر کې ولري. شفیق برای توسعه اقتصادی کشور شب و روز تلاش می‌ورزید و در امور عمرانی با تحرک عمل می‌کرد. او چگونگی پیشرفت کار پروژه‌های بزرگ را شخصا زیر نظر می‌داشت. سردارم خاقل محمد موسی شفیق در حدود مرکزی روکن در جوریدل در کار جریان وکود در ملی دفاع وزارت لوی درستیز دگر جندال غلام فاروق در ودانه رئیس برید جندال عبدالقاهر او در روکن در جورول آمر او افغانی و شوروی انجینرانو در خاقلی سردارم هر کلی وکر در اردو مرکزی روکن در بیبی مهرو در غنده در جنوب پتنگ که واقع ده او در جوریدل کار تروس پسل که اویا پرمسل ده. دغه روغتون د جوړېدلو کار د 1940 کال د سار په میاشت کې شروع شوی او ټاکل شوی ده چې د 1953 کال د سرطان د میاشتې په لومړیو وختو کې بشپړ شي. شهید محمد موسی شفیق برای رسیدن به اهداف و مقاصد ملی و میهنیش نقشه های دقیق طرح می نمود و آن را با جسارت به منصه اجرا قرار می داد. اما سیر تحولات جهانی در آن زمان بر افغانستان نیز اثر گذاشت و با روی کار آمدن نظام جمهوری در کشور شفیق به زندان افتاد. او پس از رهایی از زندان در سال 1354 زندگی عادی داشت، اما با کودتای هفت ثور 1357 خورشیدی دوباره محبوس شد و دریغا که این بار برنگشت و در 24 ثور همان سال به شهادت رسید. روحش شاد و یادش گرامی باد.